بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما. به ذهنم رسید یه نکته‌ای که شاید نتیجه 10-15 سال سخنرانی به شما بگم و یک کاش میتونستم تک تک شما عزیزان رو قسم بدم که به حرفم خیلی دقت کنید، یعنی انقدر این یافته بارها برام اثبات شده، در موردش قرینه پیدا کردم، مؤید پیدا کردم و هر چه پیش میره قوی تر داره میشه، مثال نقض نداره. این خیلی مهمه ها، این قاعده مهم همین که انقلاب اسلامی با تمام کجوکلیگیه که داره و میدونیم و از بسیاری از شماهایی که دارید این کلیپ بنده رو میبینید من بیشتر از شما مطلعم و خبر دارم، به سبب کارم، نه که حالا مثلا آدم مثلا ویژته، نه به سبب شغلم، به سبب کارم مطلعم، خبر دارم. این رو خدمتتون عرض میکنم، یکی از بزرگترین آفتهای جمهوری اسلامی که خیلی ها رو دچار خطای محاسباتی کرده اینه که اساسا انقلاب اسلامی ذاتن و ریشش انقلاب فطریه. دقت کنید، یعنی انقلاب برای انسانیت، برای آزادی، برای استقلال، برای عدالت و هر آن چیزی که ببین چطور عرض میکنم، اینو نکته است، هر چیزی که در مقابل فطرت باشد، در مقابل اخلاق باشد، یه روزی جلوی انقلاب اسلامی است. هر مسئولی در جمهوری اسلامی، در انقلاب اسلامی، یک روزی آلوده به یک آفت غیر فطری بشه و ضد فطری بشه، یک جای جلو انقلاب اسلامی میسته. الان نه 3 روز بعد، الان نه 10 سال بعد، و این برای بنده دیگه یقینه، من یقین دارم به این مسئله. اجازه بدید یه نکته رو عرض کنم. ببینید، یعنی هیچ فرقی نمیکنه یه مسئول جمهوری اسلامی جاسوس باشه، عضو یه سرویس امنیتی باشه، حقوق به دلار و پوند و کوفت و زهرمار و یورو و این چیزا بگیره، خب اصلا و ابدا، یا اینکه آدمی باشه که تابع نفسش باشه، نتیجه کاملا یکسان. ببین، من یه عمری رو در بررسی مسئله مربوط به پرونده مربوط به نفوذ گذاشتم، با نهادهای مختلف، افراد مختلف، تاریخ شفاهی ضبط کردم. برخی از این افراد که به نهادهای امنیتی ما، جلو نهادهای امنیتی ما حرف نمی‌زدن، پیش ما صادقانه سفره دلشون رو می‌ریختن، اصل ماجرا برای ما توضیح می‌دادن، چون می‌دونستم ما نمی‌خوام دادگاهیش کنیم نه چیزی، اون سراغ ما میومد. خب متعدد به من اثبات شد که فقط کافی بود شما تابع نفست باشی تا تو پازل یه سرویس امنیتی بازی کن، یعنی نوکر بی جیر مواجب باشی. کافی بود شما، به یه مثال برای شما بزنم، فرض کنید میگه هر پیامبری یه طاغوتی داشته در زمان خودش، یکی فرعون بوده، یکی نمرود بوده، یکی هر کسی. خب شما فرض بفرمایید مثلا آیا برادران یوسف که او رو انداختن تو چاه عضو سرویس امنیتی بودن الزاماً؟ خیر، مطلقا نه، میدونیم نه. خب برای چی این کارو کردن؟ نفس، حسادت، حسادت. آدم حسود تو انقلاب اسلامی به نفع دشمن بازی میکنه، آدم خودشیفته تو جمهوری اسلامی به نفع دشمن بازی میکنه، تو زمین دشمن بازی میکنه. یه حرفی شهید آوینی داره، حالا قریب مضمون عرض میکنم، سالها پیشون زمانی که مثلا دانشجو بوده من میخوندم تو ذهنم ثبت شد، گفت ببینید فرهنگ غرب و غرب، که حالا این غرب یه سرویس امنیتی هم داره که خیلی رو استخدام میکنه، خب خدمتتون عرض بکنم، از آنم شد، حالا من عرضم رو تموم کنم، با نفس اماره شیطانی اشتراک داره، چون غرب ذاتن انسانها رو به نفس دعوت میکنه، ذاتش اینه، به نفس دعوت میکنه. برای همین نفس اماره شیطانی به همون چیزی فرا میخونه که غرب فرا میخونه. خب یعنی شما میبینید مثلا اصالت قناعت اصلا نداره بریزو به پاش، مصرف گرایی مست. نمیخوام راجع به مثلا کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و آفاتش صحبت بکنیم. سالها پیش جوونی که MDF خونه مسئولی رو انجام داده بود، مبلمانش و MDFش و همه چی، دکوراسیونش رو، سالها پیش، شاید بگم مثلا سال 87 اینا بوده، حالا کمتر بیشتر، دور و بر اون قصه های 88 بود،
این تامی تهران ها با ما نزدیک شد و خب این رفته تو خونه کار کرده بود. میگه برای من عجیب بود که تمام هزینه های دکوراسیون اون خونه که خیلی هم زیبا و میگفت ما اون موقع مثلا دیگه تو کمتر جایی تو تهران یه همچین چیزی زدیم. میگفت تمام هزینه هاشو یک فرد از اقلیت های مذهبی که تو بازار کار پارچه بود میگفت اون داد. میگفت اون موقع من آدم دینداری نبودم. حالا بعدها صحبت ما شنیده بودی خورده مثلا ارتباط گرفته بودی گشت دنبال پیدا کن. میگه یه روز بهش گفتم تو چرا داری مثلا برای این آدمی که از قضای مسئول ما روحانی هم بوده برای یه آخون داری مثلا این کار انجام یه بار مس کرده بودن. دقت بفرمایید. اونم از این یهودی های متدین هم نبوده، چون میدونیم یهودی ایران آدم های متدین هن. یعنی یهودی ها تو اسرائیل اونایشون که میگن ایرانیان معروفن به ارتدوکس بودن، به متدین بودن. اون آدم متدین نبود. میگه برگشت گفتش که اون با این سبک زندگی بهتر برای ما کار میکنه. تو مستی میگفت اینو برگشت. خب کار ندارم این قصه راست دروغ هستن، با اینش کار ندارم. اما این فضا فضای درسته. کافیه یه مسئول ما آلوده به اشرافیت بشه، دقیقاً تو زمین غرب بازی میکنه، زمین دشمن بازی میکنه. یعنی چه رسماً جاسوس کددار باشه، چه این که نه کنج خونه بشینه کارشو انجام بده. فقط کافیه مسئول ما آلوده به پول و ثروت و اشرافیت و حب فرزند و همه اون چیزایی که تو قرآن میگه نباید داشته باشید، مال و البنون فتنه. میگه این مال، بچه، زن و بچه، اینا فتنه، آزمایش شماست. خب این که قرآن سوره توبه میفرماد که اگر قل ان کان آباؤکم ازواجکم اخوانکم، حالا به ترتیبم شاید نگم، چه میدونم عشیرتکم، میگه زن و بچه‌تون، پدر مادرتون، خواهر برادرتون، فک و فامیلتون، خونه هاتون، مساکن و ترزونه ها، تجارت و تخشونه کساده ها، تجارتی که میترسی کساد بشه و و و اینا رو اسم بره. هشت مورد همینطور دستبندی میکنه. فرما اگر اینا محبوب تر از خدا و جهاد در راه خدا باشن شما فاسقید. خیلی عجیبه ها، بیرون کم خودونو بسنجیم. خب فاسقید، یعنی خب یه آدم جاسوس هم فاسقه. خب موارد متعدد طرف، مثلا من میدم توی یه قصه یه پرونده بر من مثلا کاملا مکشوف بود، خب این آدم وسود به اون سرویس جاسوسی، اینا چی؟ این ده نفر چی؟ اینا پول پرست بودن. اینا رو اومده بود اون سرویس جاسوسی از حسادتشون به اون آدم استفاده کرد، از کینه‌شون به اون آدم استفاده کرده، آورده بود بینشون رو به هم زده بود، اومده بود دروغ گفته بود، برده بودن ازش کلیپ نشون داده بودن، حرف نشون داده بودن، یارو به حرف کشیده بودن یه جمله بگه صداشو ضبط کردن، برده بودن بین اینا بغضا و عداوت و دشمنی بندازن، بغض و عداوت و دشمنی بندازن. بعد دیگه این شده بود آدم اینا، نوکر بیجیر مواجب شده بود، کار کرده بود برای اینا، کار رسانه‌ای کرده بود برای اینا، کار مالی کرده بود برای اینا، از زار زندگیش برای این مفت مجانی یک قرون پولم خرج نکرده بودن. چرا؟ چون این آدم تابع نفس بود. اما کسی که خدا داره، اخلاق داره، فطرت داره، این بهش بیا شما پیشنهاد یا بیا پشت سر فلان کس حرف بزنیم، میگه غیبته. یا الان بیا مثلا خونه رو فلان جا بدیم، میگه آقا من باید شبیه طبقات پایین جامعه زندگی بکنم، مولای من امیرالمومنین اینطور بوده. نمیتونی اصلا اینو تو برته نابودی برسی. برای همینم هم خود امام عنایت داشته باشید، هم خود امام صاحب شرح جنود عقل و جهل ها. یه کسی باید 40 حدیث خونده باشه شرح جنود عقل و جهل بخواد بفهمین انقلاب چه جوشه گرفته. این که توی هواپیما نشسته موقع برگشتم یا چه حسی دارم، یه هیچ، شبیه همون حسی که به امیرالمومنین وقتی تو لیلۃ المبیت پرسیدن که چه حسی داشتی، وقتی جا پیامبر خوابیده بودی، همچین چیزی، من تابع فرمان الهی بودم، یه چیزی شبیه این بلا تشبیه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه نفسه، رام و آرامه. پس فقط کافیست اگر نمیدونی آقا چی شد یه روز انقلاب شد، چی شد یه جلوی آقا این آدم اول انقلاب این کارا رو کرده بود، اون کارا رو باش. هم بنده خدا آقای اکبری که اعدام شد، یه چیز جالب به شما میگم، مثلا به ایشون با یه آفر اقتصادی نزدیک شده بوده،
یه کار اقتصادی فراهم کرد. فرزند فلان مسئول که بردنش خارج و قصه ها پیش اومد، سر از یک کشورهای دیگه در آورد و علیه انقلاب و چی و اینا شروع که حرف زدن و دین و اینا، از کجا شروع شد؟ ای کار اقتصادی. یعنی کافی بود این آدم درست تربیت میشد که وانده در مقابل پول، وانده در مقابل زن، وانده در مقابل تعریف، تشویق. اون جاهایی که عدالت اجتماعی از بین رفت، مسئولین ما شمال شهرنشین شدن، غیر انقلابی شدن و برخیشون ضد انقلاب شدن. همون روزا شروع شد. اون روزی که بچهش یه جای دیگه درس خوند. اون روزی که چون خودش داشت میرفت مثلا فلان جا و فلان مسئول یک جای ویژه‌ای جلوی یه داربست یه جایی داشت، این بچهش رو به خودش میبره. و بچه اونه دیگه باید بره. اون بچه از بچگی اینجوری بزرگ شد که من باید یه جای متفاوتی باشم. اون روزی که بچهش و رانندهش رسون مدرسه، فهمید که من باید راننده داشته باشم. اون روزی که من سخنران، شمای مدّاه، اون روحانی، اون سردار، اون دکتر، اون سفیر، اون وزیر، اون وکیل، کارمندامون برای عرض لطف و ارادت به ما هدیه ویژه بر بچه‌مون خریدن، اون موقع بچه‌های ما فاسد شدن. اون توی یه وهمی بزرگ شد. اون توی یه فضای ابری بزرگ شد و فکر می‌کرد تمام دنیا همین جوریه. اون یاد گرفت از کودکی که همه باید خادمش بشن. مثلا توقع داره میگه این ژن خوب و این قصه‌ش از کجا به وجود میاد؟ از رفتار اینا. کار دشمن نیست. بر دشمن اونجاست که شما اینو فرستادش خارج از کشور، یه دختری فرستادن سراغش، پسری فرستادن سراغش. بعد نمیدونم ازش فیلمی گرفتن یا عکسی گرفتن، آلودش کردن. نه، زخم شما درست کردی که مگس نشست. اینو ما شروع کردیم از همون روزی که با هزار توجیه امام شهر جنو دقل و جهل بخونید، امام یه جاش میگه که یک جاییش نفس میاد ما رو فریب میده، میگه آقا تو الان نماد دینی، لباس دین تنت کردی، نماد دینی، پس باید الان به این برسی. به خودت نیست این، تو نمادی، اون نماده است. امام میگه که گولشو نخورید، این داره فریبتون میده. امام میدونید که رهبری رو تارگت کرد، هدف کرد، زیر نظر گرفت. اون روزی که در مورد ولایت فقیه اونطور تند نقدش کرد، علنی، یه توست در خفاوی. این آدم چقدر نفس داره، آدم چقدر تاب و تحمل داره. آدمی که صبور نباشه جلو انقلاب وای میسته، آدمی که حلیم نباشه جلو انقلاب وای میسته. دشمن سراغت نیاد، دشمن، شیطان سراغت میاد، نفست سراغت میاد. آدمی که قائل بر اگوسنتریزمه، بر مرکزیت خودشه، همه چیز رو برای خودش میخواد، خودبینه، همیشه خودشو میبینه، همیشه برای خودش میخواد، خودخواهه، همه حرف خودشه، خودرأیه، این یک روز جلو انقلاب وای میسته. الان نه، یه روز دیگه. و بدونید تو آخر زمان این فتنه ها جوری چیده شده که همینا رو غربال کنه. شما فقط یه نگاهی بکنید روندا رو ببینید. مثلا جریان اصلاحات تو کشور ما دهه 60 قدرت دست اینا بود. اینا خط امامی بودن دیگه. مرگ بر سفارت رو اینا گرفته بودن. میگفتن با صدام که جنگیدیم باید بریم الان با آمریکا هم بجنگیم. ما رو تا مرحله جنگ با آمریکا بردن. میگفتن با صدام باید یکی بشیم، صدام خالد بن ولید بریم. اینقدر تند. دولت بعدی که دولت راستی هاست، دولت هاشمیه میاد سر کار، اینا از قدرت کنار گذاشته میشن. مجلس میفته دست ناطق نوری، خوب دقت کنید. دولت هم دست هاشمی. اینا یه برهه از دستشون از قدرت کوتاه میشه. با کیا هم ذات پنداری میکنن؟ با جریان ملی مذهبی. یوهویی میبینیم از تو دل اینا یک دهه بعد دهه 70 دوباره قدرت دست ایناست، دولت آقای خاتمی میاد سر کار. حرفای میشنوی 180 درجه متفاوت. بابا لامصب میذاشید یه 30 سال بگذره. تو 10 سال آره از قدرت کنار گذاشته شدیم. برای بعدی هم همین اتفاق افتاده. خیلی کم داریم آدمایی که قدرت نتونه، قدرت جذابه، نتونه فریبشون بده.
نکشوننشون سمتش. قصه جمهوری اسلامی اینه، قصه انقلاب اسلامی اینه. برای چی تو این انقلاب اسلامی اون مدیرایی که میبینیم عمدتاً کسایی هستن که یه ربطی مثلا به 8 سال جنگمون داشتن؟ چون اینا یه دوره یه برهه اونجا نفس کشتن، با مرگ مواجه بودن، نفاق است درون خودش، یه دانشگاهی بوده آدم ساخته. این که امام میگفتش که جنگ دانشگاه، برای این بود میگه بابا آدمایی که ما برای انقلاب اسلامی لازم داریم از تو دانشگاه بیرون نمیاد، از تو این حوزه ها بیرون نمیاد، این باید بره یه جا دوره ببینه عملی. 8 سال جنگ، رفیقش رشتی که پاره میشده، احتمال سقوط این کمتره. بله این درسته، احتمالش کمتر است، خیلی کمتر از بقیه است. اینی که شما مثلا میگی کسی مثل سردار سلیمانی این همه مفیده برای کشورش، این که مدیرای انقلابی قدرت موشکی ابرقدرت‌های دنیا از اون حساب میبرن، الان گریه زاری تو رو خدا من فلان موشک به ایران به روسیه داده نشه، آوی نمیدونم کارخونه نمیدونم مشترک مونتاژ پهباد نزنن، نمیدونم موشک فاتح 313 ندن، نمیدونم چی چی ایناست. خب بعد اون طرف میبینیم مثلا یه مدیر تو دولت ما، تو مملکت ما مشکل پوشک بچهای مردم نمیتونه حل بکنه. این نتیجه چیه؟ نتیجه همونی که دارم عرض میکنم، نفس. خیلی از این مسئله اصلا شما میگفتی که این قطعا بسته به یه سرویسه، بعد که بررسی میکردی میدید نه. خب چرا انقدر به نفع این آدم عمل کرده؟ آدم عجیبه، میدید آدم نفسانیه. ببین این آدم شاید توی کشور دیگه باشه این بلا سرش نیاد، تو ایران اتفاق میفته. این که کشور بیا خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، تا انقلاب مهدی، یعنی هدف اینه، تارگت اینه، ویژن ما اینه، اون ته خط ما اینه. خب فیلتراش هم رو همون جنسه. پس نه انتظار نداشته باشی که آقا نه فتنی رخ نده، اتفاقی نیفته. ای فلانی رو دیدی تو این ماجرای اخیر چه موزه گیری کرد؟ آره بری زندگیشو نگاه کنید، بری زن و بچهشو ببینید، بری پسرشو ببینید داره چی کار میکنه، اینا رو ببینید. و تو این بزنگاه ها میشه اینا رو شناخت. پس همون میشه که شیاطین به قول میگه جن و انس دست به دست هم میدن. قای قرآن دیگه میگه شما موجب کثرت هم دیگه شدید، یعنی کمک کردید به هم دیگه. همین که ما فارسی بهش میگه هم افزایی. چجوری؟ یعنی این که آقا دشمن میتونه سراغ نفس های ضعیف بره. یه کسی مثل همت رو که نمیشد خرید، که مثل شهید باکر رو که نمیشد خرید، بلا تشبیه حضرت عباس رو که نمیشد برای خرید براش اما نام ببری، این نفس تو دستشه، اما کسای دیگر میشد خرید. عبیدالله ابن عباس میشد خرید، 1,000,000 درهم بهش داد، 1,000,000 درهم سفرمان سپاه امام حسن. حضرت عباس فرمانده لشکر امام حسینه، او فرمانده سپاه امام حسنه، پسر عمو امام حسنه. خودش که میره هیچ، سپاه معاویه 8,000 نفر هم میبره. 8,000 نفر از چقدر؟ از 12,000 نفر، 2/3 سپاه هم میبره. خب این آدم برای چی پولا رو گرفت؟ دوستاش گنده عشیرهشون باشه، دوستاش ملت 4 دست و پا بیان جلوش. پولم همه رو خرج عشیرهش کرد. 1,000 درهم بدم به اون، 500 درهم بدم به این، 200 درهم، هر 10 درهم یه دیناره، هر یه دینار رو دیرانم 4.25 گرم طلا، برای اینکه بفهمید عدد یعنی چی. خیلی عجیبه ها، یعنی تو جله امام معصوم وایستی برای اینکه تو چش بیای. به هیچ چیزی، از همون جایی که ادعا میکنیم خواهیم باخت و از همون جا آزموده خواهیم شد. میگن ابو علی سینا درمان کننده قلنج بود، خودش با قلنج مرد. اگر روزی به هوشمون نازیدیم، به سخنوریمون نازیدیم، به تخصصمون نازیدیم، به 4 تا هوادار، از همون جا میخوریم، چون امتحان ما از اونجاست. ای کاش تو این کشور کنار این بررسی های سیاسی ما روانشناسی سیاسی هم می داشتیم. چه شد این آدم اینجوری شد؟ من راجبه خیلی ها نظر دارم، حرف دارم، خیلی از مسئولین که قشنگ اینه تو چه پروسه افتاد، مثلا از این جناح فوش خورد، بعد یه خورد آروم آروم اومد اینجا کنج رینگ گیر کرد، اینجا از این طرف هم بهش فشار آورد، اینجا دیگه برید. یعنی حد خدمت شما فشار رو این آدم اینجا بود دیگه، بیشتر از اون دیگه فریاد میزد.
ما آدمای سوپر حزب اللهی داشتیم که یه فشاری روشون اومد تو مملکت خودمون، رفته بودن به حفاظت قوه قضاییه، اون موقع گفته بودن همین آیه خطیب که وزیر اطلاعات اون موقع حفاظت قوه قضاییه بود، رفته بودن گفته بودن که آقا این در آستانه مصاحبه با بی بی سیه. یه شایعه‌ای در موردش درست شده بود. خب محمد الانه که بره با بی بی سی مصاحبه کنه. چرا؟ گفته بود آقا تو جمهوری اسلامی من رسانه نمیدن، میرم با بی بی سی مصاحبه میکنم. یعنی یه حدی داره که من مورد اتهام قرار بگیرم باش اصلا بی بی سی هم میرم مصاحبه میکنم. و تعجب کرده بودم با یه اجهی مطرح شده بودم عجب، ما فکر نمیکنم همچون روحیاتی این آدم داشته باشه. ماها هممون اون ناخالصی رو داریم. بعضی ها یه همچیری همی بزنی با قاشق گلشون میاد بالا، ولش هم کنی سری تنش میشه. بعضی ها مثل اون گچ و آهک و رسوب کف سماور کتریم و داغ داغشی یه های زیر آب سرد بگیر قلوب پیمجی کنده میشه. و اگر میخوای به درد امام زمان بخوریم، به درد این مسیر بخوریم، باید خالص و مخلص بشیم. خدا هم یا با قاشق میاد سراغمون یا با داغ میاد سراغمون، حتما سراغمون میاد، ولمون نمیکنه. چرا؟ چون ما ادعای این مسیر رو کردیم. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میاد. ادعای گنده تر کرده دیگه، گفتم من تحمل دمای انقدرم دارم که بسم الله تست کنید. آقا تا کجا هست شما امتحان میگیرن تو مدرسه؟ تا موقعی که میخوای درس بخونی. شما تا اول ابتدای درس بخون، تا اول ابتدای ازت امتحان میگیرن. تا دکترا بخون، تا دکترا ازت امتحان میگیرن. توی تعیین میکنی میخوای دیپلم باشی، میخوای کارشناس بشی، کارشناس ارشد داشته باشی، دکترا داشته باشی، پست دکترا داشته باشی، چه میدونم. شما این میزانشو تعیین میکنی. اینه تو جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده و بعد از اینم اتفاق خواهد افتاد. فلزا من بخوام نگران مسئولینی باشم یه روز نگاه حفاظتی و صیانتی از اینا داشته باشم، میگم کدومشون زندگی اشرافی دارن، کدومشون زن بچه‌شون اینجوریه، کدومشون آدم جوشیه، کدوم یکیشون فلانه. خدا گواه از کسایی من چیزایی دیدم ای کاش، یعنی دشمن نمیتونست سوء استفاده بکنه، من میشد اینا به شما بگم، به مخیلتون نمیگنجه که مثلا چه کسی تو چه بزنگاهی چیکار کرده علیه انقلاب. و این انقلاب مظلومه، مظلوم در درجه اول به خاطر همین آدم ها، در درجه اول به خاطر همین آدم ها که باید با همین ها این کار اینجور پیش ببره و کار سخت میکن. اونجا هم که شما مسیر درست رفتی، هر جا خرابکاری کنی میخوری چوبشو میخوره طرف، هر جا درست بره خدا نجاتش میده. این خیلی مهمه دیگه. گفتم کاش میتونستم قسمتون بدم با دقت گوش کنید. پس لزومی نداره الزاماً عضو سرویسی باشه، همین که تابع نفسش باشه به درد اونا میخوره. یه روزی به یه جایی حتی به عنوان ولو سیال لشکر بیاد تو خیابون وایست اون گوشه تو 10,000 نفر، اینم یه به عنوان یک نفر بدون بغل وایست حتما مسئول. چرا بعضی از سنفا، دقت بفرمایید، چرا بعضی از سنفا بیشتر دارن به، حالا اسم نبریم کیا، مثلا دارن بیشتر مثلا به دشمن سرویس دهی میکنن توی مملکت خودمون. بعضیشون برای سفارت خونه جذب کرده، تابعیت دوگانه دارن، بعضیشون پاشون رو خارج نذاشتن. چرا دارن این کارو میکنن؟ چون نگاه میکنیم یعنی شغلشون ایجاب میکنه تابع دیده شدن باشن، تابع همین تابع نفس باشه. این حالت جوشه میشه. یا علی.